پسر جوانی که تو خانواده مرفعی زندگی میکنه وقتی پدر و مادرش رو تو مرحله جدایی میبینه با یه سلسله ماجرا ترتیبی میده که اونا اختلافاتشون رو فراموش کنن و زندگی تازه‌ای رو در کنار هم شروع کنن. بخشهایی از فیلم عروسک پشت پرده رو با هم تماشا میکنیم. نه جون خودت، خانم فرستادم رفته شمرون منزل خواهرش. کلفته؟ نوکره؟ کلفته چی گذاشته رفته؟ نوکرم روز مرخصیشه. مجید، اون پسخ لجبان شیطونه. اون ور فریدرم دست به سرش میکنم، میفرستمش سینما، دو سه سانس بشینه پشتره هم تماشا کنه. آخه اگه کسی سر برسه؟ مطمئن باش کسی سر نمیرسه. اما تو هم که لیسه مجی ها؟ آخه تو نمیدونه امروز چه روز مناسبیه. دنج دنج. خیلی خوب سمج آقا. به خدا میمیرم برای اینجور حرف زدنت. پس این؟ منتظرتم. خداحافظ، قربون تو. سلام پاپی. سلام. درسات حاضر میکنی؟ آره پاپی. بارکالله، معلمت نوشته که درسات بهتر شده، پسر خوبی شدی. مرسی پاپا. خدا همه بنده هاشو خوب کنه. آره مدتی بود بخواستم تشویقت کنم. میخوای بری سینما؟ آخه پاپا، میدونی مامی گفته خونه بمونم درسام حاضر کنم. تو پسر باهوشی هستی، همیشه میتونی کارو بکنی. باشو. آخه پاپا میدونی وقتی گفتم پاشو پاشو دیگه. یلا یلا بابا جان، بیا اینم پول سینما، برو سینما دو سانس تماشا کن. دو سانس؟ آره بابا جان، تعریف کنی. آخه میدونی پاپا، آخه دیگه نداره. گفتم پاشو یلا. خب بذارید کتابامو جمع کنم، بیا منم کمکت کنم. توی فیلم لج و لجبازی، رحمت با بازی نصرت الله وحدت راننده است و همسرش عفت با بازی ژاله کریمی با کارش مخالفه. این مخالفت هم کارشون رو به دعوا میکشونه تا اینکه داشقلام برادر عفت آشتیشون میده. رحمت رانندگی یه زن جوون به اسم فیروزه رو قبول میکنه و صمدم با خبرچینیاش از نو رابطه این زن و شوهر رو به هم میزنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بخوابی؟ عفت جونم اینم بالشت، برو بگیر بخواب. افولی عفت جونم، آخه من بیچاره حق نداری امشب تو این اتاق بخوابی، میفهمی؟ رخت خوابت دادم که امشب هر بوری که دلت میخواد بری بگیره بچپی. استغفر، ضعیفه آخه. مگه تو قهراشتی سرت نمیشه؟ من چند روز مسافرت بودم تو رو ندیدم. آخه میخوام که اگه تا صبحم پشت اون در وایسی در باز نمیکنم، میفهمی؟ افولی شب جمعه است، به من مستقی رحم بکن. آرزوی شب جمعه به دلت بمونه بهتره. خیلی بی‌انصافه. خیلی خوب باشه تا تلافیش در رفت. همچین تشنه بذارم چه خود خواهد بکنی؟ هیچ غلطی هم نمیتونی بکنی. مصرف شد. بیداری؟ نه من خوابم. آخه برات آب آوردم. من آب نخواستم. فکر میکردم بخوای. خدا جا. احمد و دوستش تو فیلم شوهر جونم عاشق شده سازنده ی فیلم های تبلیغاتی هن.
این دو نفر برای یافتن سوژه چند شب و روز رو تو محل کارشون به مشورت میگذرونن. حالا زناشون که به غیبت شوهرشون مشکوک شدن، خودشون رو شبیه دوتا بازیگر خارجی در میارن و به محل کار شوهرشون میرن. شوهرجون هم عاشق شده یه فیلم کمدی دیگه به کارگردانی نصرت الله وحدته. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بعد از این همه بدبختی و بیچارگی، این همه خرج کردیم، زحمت کشیدیم، آخرش هم پوف، یه دنه ماجو تلگرافی فرستادم برای ما. چرا میخوادی همه بدبختی رو از دست تو میکشم من؟ بای بای. بریم دیگه. آقا بریم، ما کار زندگی داریم آقا بابا جان. یون نمیگونه. بابا نه تو بکش برو. بیه برو ببینم، علف کردی ماره. بابا عجب رویا. بابا جان پرین، پرین بسته دیر. ها بابا ما رفت با خانه رسید. بام برو رفت با خانه برسید دیر خبرم مرگ بره. من نگاه میکن مردی حسابی هواپیما رفت، تو خیال میکنی نگاه کنی اون بر میگرده؟ عجب گرفتاریه. سلام. سلام. ما اومدیم جنسای خارجی رو بدرقه کنیم، مثل اینکه از رفتنشون خیلی ناراحت شدیم. بیچاره ها عزادار شدن. گفتو نخوری ایشالله به زودی برمیگردن. اگرم خودشون نیومدن کاغذشون حتما میاد. اگه ما مچت رو گرفتیم زیاد ناراحت نباشین، چون حق هر زنیه که مواظب شوهرش باشه. البته شوهران باید مواظب زناشون باشه. شوهر داریم تا شوهر. درسته، بعضی از شوهرها رو جون به جونشون کنی جدن در جد هیز و بل هوس. مثل این شوهر هیز من. اما با تحقیقاتی که من کردم فهمیدم شوهر من زیاد بدک نیست. شوهر تو هم قابل اصلاح، خلاصه میشه اونا رو بخشید. نفهمیدم مدت هست ما رو ول کردن و چسبیدن به اون دوتا فرنگی ها، بازم باید اونا رو ببخشی؟ آره شهلا جون، بخشش از بزرگتراست. درسته منو چر جون؟ بله. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره، با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یعنی دختر خواهر من است. الهی که فدات باشه. کجا داری میری؟ این بزرگ شده خارج است از ماچه بوسه و این کارا، اصلا خوشش نمیاد. بخ عکس من مهم نیست برام. برای من مهم است دایی جون. خب جاله جونه، تو اضرار استی، خسته هستی، برو یه دوش بگیر و استراحت بکن. نه دایی جون، برو استراحت بکن دایی جون، این برای من اضرار نگاه نکن. برو با تو هستم دایی جون. دایی جون من کس قف گردیش با پسر دایی. پتر جون اجازه بدیم من ببرمش گرده. نه پسرم، پدرت خیلی از تو زرنی ترست، تو هنوز همه جای تهران بلد نیستی. من خودم نشونش بده همه جای. آقا جان بابنده فرمایش نداریم، من همه جای تهران بلد نمیشه، بده من برم بگردنم دیگه. من واردم کاملا، بفرمایید. حالا این یکی اومدش تو یه فضول نکن، لازم نیست. من راننده آژانسم آخه. گفتم لازم نیست. بنزین چی تو بزن؟ برو هر چرت خواسته بزن، برو. بده بزنم دی. خب دایی جون زودتر تو برو همون بگی تا خستگیت برطرف بشه. همون هم بغل اتاق خواب بگی. برو عزیزم، برو. اینقدر اینجا رو نگاه نکن. چی بدم تو گوشه که حرف بکن؟ بیا اینجا بینم. چیه؟ ما از این حساب هم نداشتیم که دختره ببری گردش. چرا من نمیبری گردش؟ من منظور بدی نداشتم. من این خدمت ها رو به خاطر نجات پدرم میکنم. به خاطر نجات پدر دختر خواهر منو میخوای یه ذره قورتش بده؟ خیلی خوب، خوش خدمتی میخوای بکنه بکن، منم پدرت از زندون میارم بیرون، اما دور خواهرزاده منو خیت بکش. باشه، چشم. بستگان زن پولداری به نام فخرالملوک قصد دارن سفرعلیو که تمام اموال به اون رسیده از بین ببرن. بعد از کلی ماجرا سفرعلی ثروت موروثی رو به خیریه میبخشه و در کنار همسر و فرزندش زندگی ساده‌ای رو از سر میگیره. بخشایی از فیلم فرار از بهشت رو با هم تماشا میکنیم. بخواب، اونا مجبورم کردن این کارو بکنم. قسم میخورم با تمام وجودم دوست دارم. بیا بگیر بخواب، بغلم کن. اون کسی که باید بغلش بکنم قبلا خدا بهم داده، اسمش هم محبوبه. خب منم زنتم. زن زوری. عروسی که با حقوق بازی و مشت و تیپای باشه به درد پدرت میخوره.
بازم میگم ضعیفه، بری زمین، بری با آسمون، من دستم به بدن تو نمیرسه. تو زن اسمی منی، نخوابیدنی. صبر بکنم تو وکیل باشی بیاد، اون وقت من میدونم اون بونایی که این بلا رو به سرم آوردن. میگم برای اینکه از شر داداشم و دار و دستش راحت باشین، دوست داری بارو بندیلو ببندیم و دو سه روزی دوتایی بریم کنار دریا؟ همشه تو رو خدا کشتی رو نگرش دادم نسبال اوم میشم. من از این کلا خوشگلت خندم میگیره. این کلا که خنده نداره، از اون کلا که ترام گذاشتی بخند. زهر و ما بازم این خنده ها بابا نگرش دار. خدای الان وارونه میشم. دار آخر افره